کنم جمشید بهرامی در محل برگزاری این تجمع حضور داره. در چند وقت گذشته مقابل این مرکز اسلامی خیلی تجمعات مختلف صورت گرفته. جمشید به ما بگو که در واقع چه هدفی رو دنبال میکرده و آیا پاسخی از سوی مقامات آلمان دریافت کردن تجمع کنندگان؟ بله پریسا، ما مقابل مرکز اسلامی فرانکفورت هستیم. ایرانیان امروز تجمعی رو مثل هفته های گذشته در اینجا برگزار می کنند. ما در ابتدای این تجمع هستیم و در واقع با دو هدف اصلی، حمایت از خیزش انقلابی و علیه این مرکز اسلامی که طبق گفته برگزار کنندگان متعلق به جمهوری اسلامی هست و میگن که لانه جاسوسی جمهوری اسلامی هست. و در واقع گروهی از جوانان ایرانی ساکن فرانکفورت این تجمع رو برگزار می کنند و در واقع در کنار این تجمع هم تحسنی هست که از حدوداً 30 روز گذشته این تحسن اینجا شروع شده و همچنان که گفتم هدف اصلی این هست که فعالیت های این مرکز پایان بپذیره. و در واقع طبق گفته برگزار کنندگان این تجمع و این تحسن در اینجا جمعه ها همزمان با نماز جمعه‌ای که در مسجد امام علی در این مرکز اقامه میشه، اینجا این تجمع هم برگزار میشه. این چادر تحسن کنندگان هست و اینجا عکسهایی از کشته شدگان خیزش انقلابی رو در اینجا گذاشتند و در واقع حمایت خودشون رو از این طریق اعلام میکنند با خانواده های کشته شدگان و جانباختگان این خیزش و تمامی کسان معترضی که در طول این خیزش انقلابی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. یکی از تحسن کنندگان که از 30 روز پیش در اینجا هستند و قبلا هم 24 روز در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت اعتصاب غذا کرده بودند در کنار من هستند. آیا عباسی بیشتر از اهداف خودتون برای ما بگید. شما الان حدودا یک ماه هست که اینجا هستید و هر هفته هم اینجا تجمع برگزار میکنید. به نام خدای رنگین کمان، هدف ما در واقع شناسوندن این مرکز تروریستی هستش و اینکه به مسئولان کشور آلمان و مردم آلمان به خصوص این مرکز رو بشناسونیم و متوجهشون بکنیم که در اینجا دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و پشت چهره مسجد دقیقاً دارن چی کار میکنن. اینا در واقع دارن اینجا تروریسم جهانی رو پلن میکنن و پولشویی میکنن برای تأمین مالی تروریسم و ما میدونیم که دستهای سپاه در واقع پشت این هستش که در واقع مادر تروریسم جهان هست و هدف ما اینه که این مرکز تعطیل بشه. سپاسگزارم، خیلی ممنون. پریسا، همچنان که خودت هم پرسیدی آیا جوابی گرفتن یا نه، مکاتبه هایی با نهادهای آلمانی انجام دادند و همچنین با دولت ایالتی در اینجا مکاتباتی رو انجام دادند و مدارکی رو هم داله بر این که این مرکز جاسوسی جمهوری اسلامی هست به مقامات ارائه دادند، اما تا کنون جوابی نگرفتند. و یکی از اهداف دیگرشون هم در واقع این هست که حمایت بکنند از تمامی معترضینی که دستگیر شدند در طول این خیزش انقلابی و از اینجا اعلام همبستگی میکنند با خانواده های معترضین و همچنین طبق گفته برگزار کنندگان میگن که تا روز آزادی صدای تمامی زندانیان سیاسی و این خیزش انقلابی خواهند بود. از توضیحاتت ممنونم همکارم جمشید بهرامی که از فرانکفورت و مقابل مرکز اسلامی این شهر با ما همراهی میکردیم.